بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام، سلام علیکم، وقت شما به خیر. الحمدلله رب العالمین. امروز هم توفیق این رو داریم به صورت زنده و مستقیم از استدیوی بین الحرمین مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا از همجواری حرم مطهر آقا سید الشهدا سلام الله علیه با برنامه سلام کربلا در خدمت شما باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم العن الجبت والطاغوت، اللهم العن أبا الشرور وأتباعه. عزیزان بیننده، اعتقاد راسخ ما اینه که خدای تبارک و تعالی شاهد و ناظر و سامع هست، هم میبینه هم میشنوه. دعاهایی که میکنیم انشاءالله همش به هدف اجابت برسه. در دعاهامون درخواست میکنیم از خدای تبارک و تعالی باشیم در اون دولت کریمه‌ای که آقا امام زمان عجل الله فرجه الشریف برپا میکنن، هم عدالت رو ببینیم و هم عقولمون رو کامل بکنیم. امروز توفیق این رو داریم در خدمت جناب آقای دکتر محمود زنگنه، متخصص طب اسلامی و چینی هستیم. جناب دکتر، خدمت شما از زبان بینندگان عرض خیر مقدم دارم به استدیوی بین الحرمین. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. صبح شما بخیر، من در خدمت هستم انشاءالله. خواهش میکنم. خدمت شما عرضم که من چندین سوال آماده کردم، البته باز مثل همون چند روزه به صورت جمعی خدمت شما میپرسم، چون گروهشون تقریبا یه جور هست، حالا اون موارد خاص رو خدمت شما هم باز عرض میکنم. در ارتباط با خلط گلو جناب آقای دکتر، چندین سوال داریم که من خلط توی گلوم دارم، حس میکنم که هست، سینم رو صاف میکنم، اصخایی میکنم این کار رو انجام میدم ولی نمیره. بعضا به من سفارش کردن نون بخورم که با نون، یا یه غذایی بخورم که با غذا بره پایین، باز نمیره. این مورد سوال رو از چهار نفر داریم. یک نفر سوال شده ازش که آیا سینوزیت داری یا نداری، گفته احتمالاً چون بعضا ترشحاتی رو دارم. خدمت شما عارضم. یک نفر هم میگه مرتب دماغام که خشک میشه،
این خلط ها رو توی گلو دارم. و اما نفر سوم میگه هم بعد از حمام با یه باد خیلی کم، با یه نسیم خیلی کم، این خلط رو احساس میکنم. و دو نفر هم گفتن ما این مورد رو داشتیم و به همون گفتن که احتمال اینکه عصبی هست و خیال میکنی چیزی گلوت رو هی دوست داری هی مرتب سینت رو صاف بکنی، این موارد هست. اگر بزرگواری بفرمایید این خلط گلو رو برای عزیزانمون هم توضیح بدید، هم راههای برطرف کردن. در خدمتم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك و لعن عدوهم و من خالفهم من الجنة والانس اجمعین آمین رب العالمین. مشکلات خلط گلو ما صحبت کردیم به قسمت اخلاط، خلط بلغمی. اونها که مشکلات خلط بلغمی دارن و گروه خونشون به یا هر گروه خونی هم که بود خلط بلغمی، میزان خلط بلغمیش میره بالا در بدن، این مشکلات ایجاد میشه براشون. یکی از مشکلات، ما باید بدونیم تولید خلط بلغمی یا جای تولید خلط بلغمی و تمرکزش در ریه، از ریه ناشئ میشه بلغم. خب مشکلاتی که شما صحبت کردی الان حس میکنن خلط و ایستاده جمع شده اینجا با خوردن غذا نمیره، نمیدونم چی، این اصلا ربط نداره با غذا. به خاطر این چسبوندگی خلط غلیظ یا مایعات یا همون بزاق که ترتیب میکنه حنجره و تارهای صوتی، این خلط اونجا جای رقیق غلیظ میشه و این حس به دست میارن. خب صحبت کردیم بابتش مفصل، ولی چجوری الان راه درمانیش؟ راه درمانیش باید قطع کنیم غذاهایی که تولید میکنه بلغم. غذای تولید کننده بلغم چیه؟ شیر و لبنیات، غذاهای سرد و تر، کدو، خیار، ترشی، مایعات، آب یخ، نشابه، اینا کلشون تولید کننده خلط بلغمی. خب میم الان یه چیز دیگه صحبت کنیم. میبینیم شما داریم میگیم من بل میکنم یا صدام صاف میکنم یا نمیدونم چی، اینا کلش نمیره، از بین نمیره، من باید چجوری انجام باید انجام میدم. الان تو ذهن مادرامون یه چیزی تقریبا اشتباه میخوام میگم. اونها، ما میدونیم سرفه داریم، خشک و سرفه تر داریم، خب بلغمی داریم و خشک داریم. ببینید کسی که سرما میخوره یا مریض میشه زود میارن براش شیر دم داغ میکنن، میدن بهش شیر. آیا میدونید این شیر برای سرفه بده؟ آیا میدونید این سیر تولید کننده بلغم زیاد میکنه بلغم در سینه و در سینوزیت و در نیه قصبه ریه؟ باید قطع میکنین شیر. خب ما میدونیم الان اینا سرماخوردگی یا انفلوانزا گرفتن، میگن ویتامین سی خوبه براشون. خب ویتامین سی خوبه براشون، ولی آب لیمو خوب نیست براشون، ایجاد میکنه، فعال میکنه حساسیت براشون. برتقال خوب نیست براشون، فعال میکنه حساسیتشون. خب ویتامین سی، بله من میتونم ویتامین سی استفاده میکنم، میتونم فلفل سبز، فلفل دلمه ای میخورم، 10 برابر برتقال یا لیمو ترش ویتامین سی داره، مفید برای من، ضرر نمیاره برای من. یا بروکلی میتونم استفاده میکنم، یا از سبزیجات مختلف که حاوی ویتامین سه میشه استفاده کرد. بابت شیر باید قطع میکنیم هم شیر. الان اونها که مشکلات خلط در بدنشون، مشکلات سرفه یا خلط یا بلغم یا هر چیزی که دارن، یا سینوزیت مکرر یا بیماری های بلغمی نظیر کولیت، نظیر نفخ روده، نظیر روماتیسم، روماتوئید، اینا کلشون این بیماری های بلغمی، برای درمان اساس ترین چیزی ما قطع میکنیم غذاهای سرد و تر.
شیر و لبنیات ماست فوق العاده زیاد میکنه خلط بلغمی. یه لیوان ماست ببین بعد از یک لیوان ماست 2 ساعت 3 ساعت ببین حالش چجوری بعد میشه اونا، یا بلغمش امتحان کنن ببینن بیشتر میشه، یا با خوردن میل کردن شیر یا کل انواع لبنیات یا کاهو یا خیار یا کدو، این غذاهای سرد باید اجتناب میکنه. راه درمان خوبی این. دومین چیزی میشه استفاده کرد از برگ اوکالیپتاس. اوکالیپتاس میاریم یه خورده از برگش میندازیم توی قابلمه، یه لیتر آب اضافه میکنیم به روش و میجوشونیم. بخارش چه وقت بخار میشه استنشاق کنیم این بخار، نباید هم بسوزیم، میاریم مباشر مستقیما در قابلمه ور میداریم میذاریم صورتمون، نه از بالا چه یه خورده بخار سرد بشه خب و استنشاق کنن. خیلی فوق العاده عالیه برای صاف کردن سینه، کم کردن خلط بلغمی در سینه، پاک کردن سینوزیت و مشکلات ریه و حساسیت و گلودرد و مشکلات آسم هم مفیده براشون. استفاده کردن از غذاهای گرم یا از نوشیدنی‌های گرم نظیر مخلوط کردن بابونه با زنجفیل، چایی درست میکنن بابونه با زنجفیل فوق العاده عالی مفیده براشون. استفاده کردن از آب شلغم، شلغم بپزن آبش هم استنشاق میکنن، پوست نباید پوست بگیرن شلغمه، با پوستش باید، خاصیت خیلی زیاد این همین رنگ آبی یا رنگ بنفش که تو بلغم این پر از پنسیلینه. خب انتیبیوتیک خیلی قویه، خیلی مفیده. استنشاق کردن بخاره شلغم مفیده، خوردن خود شلغم و آب شلغم مفیده. اونها که بلغم ندارن ولی سینه هاشون درد میکنه میشه استفاده کرده از ورنی شلغم، شلغم بپزن تو شیر میکس میکنن داغ داغ بخورن، ولی به شرطی باید بلغم نداشته باشن، خیلی مفیده براشون. جوشانده گزنه، مخلوط کردن گزنه با اویشن، دوتاشون میزان مساوی یا قاشق چای خوری از پودر اونها در یک لیوان آب و یک قاشق مربا عسل مخلوط کنن فوق العاده مفیده. عسل برای درمان بلغم فوق العاده خوبه. شمع عسل، خود جویدن شمع عسل پاکسازی برای ریه و خلط بلغمی. جویدن کندر مفیده برای معده و برای ریه. مستکی همون طور مفیده برای پاکسازی ریه و پاکسازی معده و روده ها از خلط بلغمی. بله من در خدمتم. خواهش میکنم، ممنونم. من خدمت عزیزان بیننده عرض بکنم، نمیدونم چرا مرتب فراموش میکنم، باید اول برنامه اعلام بکنم، شماره این برنامه 207 هستش. عزیزانی که موفق نمیشن برنامه رو به صورت زنده و یا تکرارش رو ببینن در سرچ، میتونن شماره 207 رو به مواردی که برای سرچ لازم هست، شبکه امام حسین، برنامه سلام کربلا، آیتم طب و زندگی 207 رو بنویسن. انشاءالله برنامه امروز رو که تا این لحظه در ارتباط با خلط‌های گلو بوده ببینن و بشنون. خب جناب آقای دکتر، تو گروه این سوال‌ها، حالا این خانم چون یه مقدار فرق داشت وضعیتشون، حالا البته من از چون باز هم سوال‌های دیگری هم داشتن گفتم یک باره این پرونده این خلط رو ما بتونیم ببندیم، در این هستش که ایشون بعد از اینکه خلط پشت حلق داره دماغاش هم خیلی میگیره و روزی 3-4 تا عطسه هم میکنه. بله. خیلی هم سردرد میگیره. درسته. حالا باز هم
سوالهای دیگری گروه هم خودش داره. ذکر کرده. نوشته متاسفانه بلد نیستم، نمیدونم، اما سنشون رو 30 سال و وزنشون رو هم 49 اعلام کردن. مشکلات خلط بلغمی یعنی آب به این طوری میگم ساده که متوجه میشن، یا مایعات جمع میشه یا زیاد میشه در سلول های بدن. خب الان مشکلشون تو ریه، مشکلشون تو دستگاه تنفسی، این مشکلات ایجاد میشه براشون، خلط و سینوزیت و سردرد، سردردشون از پشت سر سینوزیت. اما اگر این خلط یا مایعات یا جمع شده تو سلول های منطقه دیگه یا عضو دیگه در بدن، اون عضو معلول میشه. اما الان این خانم تو دستگاه تنفسیش و معمولا خودش بیشتر خلط بلغمی گفتی مستقرش خود ریه و مشکلات دستگاه تنفسی بیشتر ایجاد میکنه. این خانم میشه استفاده کرد از بره موم، جویدن بره موم یا مخلوط کردن بره موم با عسل میزانش 100 گرم در 1 کیلو مخلوط میکنه و یه قاشق مرباخوری بعد از هر وعده غذا. ذوب کردن بره موم در تربانتین و به حالت قطره در میارن، 2 قطره داخل حد بینی میشه گذشت 3 بار در روز، مفیده براشون. استنشاق کردن آب یا آب نمک، 1 قاشق چای خوری در 1 استکان آب، آب نمک حل میکنن و در کف دستشون استنشاق میکنن. پاکسازی برای سینوزیت، یا میشه استفاده کرد از بیکربنات سدیم. بیکربنات سدیم هم بیکنگ پودر میگن بهش، که برای کیک و این چیزا شیرینیجات، بله، میشه استفاده کرد ازش. 1 قاشق چای خوری در 1 لیوان آب جوش تا سرد میشه کف دستش رو بذاره استنشاق کنه. این آب باید بره بالا داخل بینی، شستشو میده سینوزیتشون. این مفیده، همه این کارا مفیده براشون. سردردشون حتما از مشکلات سینوزیت و از دستگاه تنفسی. اما اگر حل نشد با این دارو الان درمان که گفتم، باید میره مراجعه میکنه، شاید سردردشون از گوششون یا از چششون یا از گردنشون یا از معده یا از دندون یا از یه جای دیگه. عذرخواهی میکنم، اسم دندون آوردید، ایشون سوال باز برای دندون هم داره ماله. که شاید بی ربط نباشه، گفتم زودتر بگم خدمتتون. احتمالاً همین مشکلات دندون و احتمالاً همون سینوزیت هم میزنه به دندونشون، به خاطر 1 عصب 1 مریدیان ما داریم مربوطه چشم با سینوزیت، با دندون، با دستگاه گوارشی و با دستگاه تنفسی. اینا کلشون توی روی مریدیان ربط دارن، توی خط هستن. بله خدمت شما عرضم که قسمت بعدی سوالشون در ارتباط با کم بوده ویتامین دی، که عرض بکنم خدمت این خواهر بزرگوارمون در اغلب برنامه های سلام کربلا آیتم طب و زندگی جناب آقای دکتر محمود زنگنه در ارتباط با کم بوده ویتامین دی، راه های به دست آوردن ویتامین دی رو مرتب گفتن و مخصوصاً توی برنامه اخیرمون که شماره 205 هستش میتونید به اونها مراجعه بکنید و انشاءالله به این سوالتون هم برسید تا ما بتونیم بیشتر سوالهای بیشتری رو جواب بدیم. ناف من خیلی توش درد میفته و دور ناف هم سفته. باز همین این خانم، حالا علاوه بر دندون که گفتن و ویتامین دی، برای نافشون هم گفتن. یه سوال بعدیشون هم هست، اینه که لثه هام از دور دندونا بالاتر میره، یعنی لثه بالا میره رو به بالا، دندون بیشتر پیداست و دندون پایین هم به همین صورت. بله، یکی از مشکلات همون خانم که گفتین کمبود ویتامین دی، درسته؟ یکی از مشکلات کمبودی ویتامین دی مشکلات همین
مشکلات در داخل دهن. اگر جمع شد کمبودی ویتامین D با ویتامین C، این مشکلات ایجاد میشه براشون، یعنی باید درمان میکنن یا باید جبران میکنن ویتامین D و ویتامین C. ویتامین D صحبت کردیم، همون شما که فرموندین 2370 خورده کاربرد در داخل بدنمون کار انجام میده و اگر افتاد ویتامین D از بدنمون، کل بدنمون میافته، مشکلات زیاد میافته. اما بابت نافشون باید مراجعه میکنه به یه جراح، احتمال داره اینجاست این نافشون سرایت میکنه تو داخل و یک مشکل داخلی وجود دارن، یه باید تزریق یا مایه تزریق میکنن و با اشعه پیدا میکنن یا با دوبلر تا ببینن این مایه سرایت میکنه تا داخلش کم یا نه، که اگر یه راه باز هست این باید را ببندن، کامل باید بسته میشه که این مشکلات ایجاد نشه. اما اگر نه، احتمال دارن خیلی ها از مردم پاک نمی کنن نافشون مثل چششون، مثل گوششون، مثل بینیشون، مثل دهنشون، مثل دستشون باید پاک بشه. باید بشوریم داخل نافون با پنبه گوش تمیز میکنیم. بله، هر روز، هر دو روز، هر هفته یک بار، با خاطر سرایت میکنه. ما میدونیم یک راه از درمان ما داریم، نافمون. ما داریم یه قطره به نام قطره ناف که درمان میکنیم خیلی از بیماری، از بیماری های بدن از طریق ناف. خب اگر اینجا سموم جمع میشه، عرق میکنه آدم، نمیدونم چی جمع میشه اونجا، باکتریای خیلی زیاد اونجا جمع میشه، خب مشکل میشه. این باکتری که جمع میشه اونجا منتقل میشه در داخل بدنمون. اگر سموم جمع شد، این سموم جمع میشه و منتقل میشه در داخل بدنمون. اگر چیز دیگر بود هم منتقل میشه و باید ما پاکسازی میکنیم اولین بار و ضد عفونی میکنیم با بیتادین داخل نافمون و مرتبا هر چند روز ما هم با چاخت میریم همون داخل نافمون پاک میکنیم و بشوریم. بله. و اما یک سوال متفاوت با اینکه ببینیم یه چیزی، آقای دکتر در حدود 3.5 دقیقه وقت داریم، این سوال رو انتخاب کردم که تو این فاصله انشالله هم جواب بگیریم و هم بتونیم برنامه‌مون رو به خیر و خوشی تمومش بکنیم. لگن سمت چپ خیلی درد داره، مخصوصا وقتی کار میکنم دردش خیلی زیاد میشه، به صورتی که نمیتونم از جام تکون بخورم تا زیر زانوی پای چپم. بله. این باز مال همین خانم هستش. من گذاشتم که تمام سوالاتشون رو انشاءالله جواب داده باشه. این لگنشون اگر مشکل در عضله هستش، از دیسک کمرشون یا سیاتیک دارن. اما اگر در خود مفصل یا خود استخون حس میکنن، این باید مراجعه میکنن، اولین چیزی عکس میگیرن و یه عکس تراکم استخون هم میگیرن BMD تا ببینیم احتمال داره پوکی استخون دارن یا احتمال داره التهاب در خود مفصل یا احتمال داره هم پوکی خود مفصل پوکی ایجاد کرده یا سایدگی خود مفصل. اینها اگر تو مفصل و تو استخون حس میکنن، اما اگر تو رگ و عضله حس میکنن از کمرشون. این بله، ما درمان پوکی استخون دادیم قبلا و درمان دیسک و سیاتیک هم دادیم. بله. که باید تشخیص میدیم اول و ببینیم ببخشین کدوم مشکلشون کجا، که میتونیم راهنماییشون میکنیم بهتر یا خودشون الان میدونن دارن میبینن برنامه‌مون مراجعه میکنن میبینن اگر تو عضله و تو رگ باید مراجعه کنن قسمت کمر و اگر تو استخون و مفصل مراجعه کنن قسمت پوکی و استخون. در خدمتم. خب جناب دکتر ممنونم از حضورتون در
استدیوی بین الحرمین مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام هستیم. امیدوارم این خواهر بزرگوارمون که سوالهای متعدد داشتن، هم خلط پشت حلقشون و گلوشون، خشک شدن دماغشون، دردی که در لگن سمت چپ دارن و جناب دکتر عذرخواهی میکنم برای عدسشون که نوشته بودن روزی 3-4 تا عدسه میکنم، هم جواب دادید شما. بله، ببین، عدسه یعنی خارج کردن بادهای زیاد و بخارات خلط بلغمی از داخل سر. بله، عدسه خودش یک رحمت از خداست، یعنی خارج کردن بادها و بخارات خلط که جمع شده تو مغزمون، تو سرمون، این خارج میشه. خیلی مفید عدسه کردن برای عموما این خانم واقعا مشکل در تغذیه داره. باز هم تشکر میکنم. میکنم ان شاء الله با مراجعه به قسمت های مختلف آیتم طب و زندگی برنامه سلام کربلا کلیه جواب هاتون رو بتونید بگیرید. ما هم در خدمت شما هستیم، اگر خدای ناکرده مشکلی دارید میتونید با مطرح کردنش، نیازی هم نداره ما اسمی از کسی اینجا نمیبریم مگر اینکه خودتون بخواهید و بنویسید که معرفی بشید و ان شاء الله همگی صحیح و سالم باشید. من از زبان شما خدمت های دکتر محمود زنگنه خداحافظی میکنم و شمای عزیزان رو دعوت میکنم همراه ما باشید ان شاء الله تا شروع پارت رسوندن صدای شما به کربلای معلا با این ذکر شریف: اللهم عجل لوليك الفرج. خدمت شما عزیزان بیننده عرض بکنم ما آماده ایم ان شاء الله به نیابت از شما دست ادب به سینه بگذاریم، رو به گنبد و بارگاه آقا سید الشهدا سلام الله علیه قرار بگیریم. شما هم در هر کجای این کره خاکی که هستید ان شاء الله به طرف کربلا و به طرف کعبه دلها ذریح مقدس آقا سید الشهدا قرار بگیرید، با همدیه خدمت این امام همام سلام بدیم و بعد از اون شماره تماس برنامه باز بشه و انشاءالله صدای شما رو به کربلای معلا برسونیم. خاطر اینکه زودتر به این کار موفق بشیم شما رو معطل نکنیم. آماده اید؟ هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ساقي عطاشا كربلاء،
السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله عليهم. السلام عليك وعلى أمك أم البنين حليلة أمير المؤمنين. السلام عليك وعلى أختك الحوراء زينب. السلام عليك وعلى عزيزة الحسين رقية. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نابرده رنج را چه کسی گنج میدهد؟ یک یا حسین گفتم و آقا ترین شدم، یک یا حسین گفتم و آقا ترین شدم. هیئت که آمدم سر و رویم سیاه بود، لطف حسین بود که زیبا ترین شدم. زیارت هاتون بزرگواران، شماره تماس برنامه تایتل شد. کارگردان محترم زودتر شماره رو زدن که شما راحت تر بتونید انشاءالله شماره گیری کنید. 20964-771-616-71-20 در اختیار شما و همه عزیزانی که شما شماره تماس رو بهشون هدیه میدید از هر کجای این کره خاکی با هر زبان و گویش و لهجه ای که دارن بتونن تماس بگیرن انشاءالله خدمت آقا سید و شهدا عرض سلام و عرض حاجت داشته باشن و امیدواریم هر چه زودتر با رفع این بیماری و این کرونا و بقیه گرفتاری ها هر عزیزی از هر کجایی که دوست داره مشرف بشه کربلا و یا هر عزیزی از هر کجایی که دوست داره به هر کجایی که بره، شاید بعضا امریکا باشن، انگلستان باشن، اروپا باشن، دوست داشته باشن برن حرم آقا امام رضا، دوست داشته باشن برن حرم آقا بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها، دوست داشته باشن بیان کربلا، یا عزیزانی باشن که از عراق بخوان برن ایران یا برن برای مدینه منوره و مکه. در یک کلام امیدواریم با رفع این بیماری ها و این گرفتاری ها هر چه زودتر هر کسی هر نیت خیری که داره بتونه به هدفش برسه و انشاءالله شما بزرگوارانی که هر جا مشرف میشید برای زیارت انشاءالله بینندگان و خدمتگزاران آقای امام حسین علیه السلام رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. معطل نکنم عزیز بزرگواری رو که الان پشت خط هستن. سلام علیکم و رحمت الله، به کربلا خوش اومدید. بفرمایید خدمت آقا سید و شهدا عرض سلام و عرض حاجت داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابا الفضل العباس، اللهم عجل لولیک الفرج. آجا قدر مشهد و رضا داگوی شما نگار و اوانلی برنامه هستی. تشکر از برنامه آجا. قبول باشه زیارتتون انشاءالله، حاجت روا باشید و انشاءالله هر چه زودتر مشرف بشید کربلا و از نزدیک
ظاهر آقا امام حسین علیه السلام باشید. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید خدمت آقا سید و شهدا عرض سلام و عرض حاجت داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل علی الحسین المظلوم الشهید الرشید قتیل الابرار و اسیل الکربات. صلى الله عليك يا سيدنا الغريب يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا سيدنا المظلوم يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا سيدنا العطشان يا أبا عبد الله. السلام على الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثار. السلام عليك يا مولا يا أبا الفضل العباس يا قمر بني هاشم يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين سيد الوسيين يا ابن فاطمة أم البنين سلام الله عليها. السلام عليك يا قمر بني هاشم يا باب الحوائج يا ساقي أتاشا كربلا يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين. السلام عليك يا زينب الكبرى يا بنت علي المرتضى يا جبل السعد. السلام عليك يا رقيه يا بنت حسين الشهيد يا عزيزه الحسين. السلام عليك يا قائم آل محمد يا ابا صالح المهدي يا صاحب الزمان يا خليفه الرحمن يا شريك القران. الامان الامان يا صاحب الزمان يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم أجل وليك الفرج. اللهم أجل وليك الفرج. اللهم أجل وليك الفرج. التماس دعا باش زیارتتون ان شاء الله حاضر باشید. ان شاء الله هر چه زودتر مشرف بشید کربلا. ممنونیم از تماستون یا علی مدد. سلام علیکم و رحمت الله. خسته نباشید. ممنونم خواهر بزرگوارم. بفرمایید خدمت آقا سید و شهدا عرض سلام و حاجت داشته باشید. باشید. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابن رسول الله. السلام علیک یا امیر المومنین یا فاطمه الزهرا سیدت النساء العالم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اصحاب الحسین. صلى الله عليك يا قمر بني هاشم يا ابو الفضل العباس. السلام عليك يا زينب الكبرى. السلام عليك يا حسنة رقيه. السلام عليك يا صاحب الزمان. اللهم اجل وليك الفرج. اللهم اجل وليك الفرج. ان شاء الله دعاتون زیارتتون هستیم حاجت روا باشید. ممنونیم از تماستون یا علی. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. سلام بفرمایید خدمت آقا سید و شهدا عرض سلام و عرض حاجت داشته باشید خواهرم. خیلی ممنون دوست داره. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبدالله الحسین. السلام علیکم یا ابا عبدالله الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیکم یا فاطمه زهرا یا بنت محمد یا رسول الله یا ابا عبدالله. السلام علیکم جميعا و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا الفضل عباس یا امیر المؤمنین. السلام علیکم یا قمر بني هاشم. السلام علیکم اختك الحوراء زینب. السلام علیکم عزیزه الحسین رقیه. السلام علیکم جميعا و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم یا مولا یا کربلای معلی. بنی آبادی مادرم، بنی آبادی پدرم، بنی آبادی مادر شوهرم، بنی آبادی پدر شوهرم، بنی آبادی داداشم، بنی آبادی خانوادم، بنی آبادی شوهرم، بنی آبادی بچه‌هایم. خدایا ان شاء الله این مریض کرونا را سر تا سر دنیا برطرف کنی. ما مشرف بشیم بیام خدمت آقا جان. آقا جان خوربم تو بریم دلایم تنگ است. بیام از نزدیک ببوسم آقا جان. سلامایی که از راهی دور میدیم. خدایا ابا عبدالله الحسین ابو الفضل عباس خدا ای بزرگ خودش قبول کنه. ابا عبدالله الحسین شما رو خدا اجر بده. اما این شما که شب روز زحمت میکشین.
خدا همیشه سالم باشین به خانواده خوب. ما دلیم خوش است هر روز که سلام بدیم، دلیمون خیلی خوش است. تشکر که می سلام بدیم، خیلی خوشحال هستیم، خیلی زیاد خوشحال هستیم. همیشه هر روز با کربلا قبول باشه زیارتتون ان شاء الله. حاجت روا باشید هر چه زودتر به خانواده اجل ولی کل فرج الله بشید کربلا. ممنونیم از تماستون یا علی. سلام علیکم و رحمت الله. به کربلا خوش اومدید. بفرمایید خدمت آقا سید الشهدا عرض سلام و عرض حاجت داشته باشید. سلام خدمت آقای میر خلف‌زاده، التماس دعا میخوام. سلام دارم خدمت آقا ابوعبدالله. بهترین کار همین، ما هم التماس دعا داریم. السلام علیک یا ابوعبدالله و الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابد ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسن وعلى اولاد الحسن وعلى اصحاب الحسن. السلام عليك باب الحوائج حضرت ابو الفضل. السلام عليك يا ساقي عطا شاکر بلا. السلام عليك يا عبد الصالح. السلام عليك يا مطيع لله ولرسوله ولأمين والحسن والحسين عليه السلام. السلام عليك يا قمر بني هاشم. السلام عليك وعلى أختك هورا زينب. السلام عليك وعلى عزيزة الحسين رقية. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کروبنا به حق اخیک الحسین. اللهم عجل ولی کفج، اللهم عجل ولی کفج، اللهم عجل ولی کالفرج. قبول باشه ان شاء الله. حاجت روا باشید. ممنونیم از تماستون یا علی. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. سلام. به کربلا خوش اومدید. وقتتون بخیر. زیارتتون قبول باشه. وقتتون بخیر. بفرمایید زیارت کنید آقا سید الشهدا رو. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صلی الله علیه یا مولا یا ابا عبدالله. صلی الله علیه یا مولا یا ابا عبدالله. سلام بر حسین و بر کربلای حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابن رسول الله. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین سید المسیح. السلام علیک یا ابن فاطمه زهرا سید النساء العالمین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی یاران حسین. السلام علیک یا قمر منی بنی هاشم ابا الفضل عباس. السلام علیک یا کفیل حضرت زینب. السلام علیک یا علمدار دشت کربلا. السلام علیک یا باب الحواجل الله. السلام علیک حضرت زینب کبرا. السلام علیک یا بنت امیر المومنی بنت فاطمه الزهرا سید النسار العالمین. السلام علیک یا حضرت رقیه. السلام علیک یا اهل بیت نبوه. السلام علیک یا شهدای کربلا. السلام علیک یا صاحب زمان. السلام علیک یا مهدی زهرا. آقا جون گرفتاری سرگردون خودتو برسون یا صاحب الزمان. اللهم عجل ولی کالفرج. اللهم عجل ولی کالفرج. اللهم عجل ولی کالفرج. لبیک یا حسین، لبیک یا مهدی، لبیک یا عباس. التماس دعا داریم ان شاءالله که در این دنیا زیارت قسمتمون بشه، در اون دنیا شفاعت. یا علی مدد. التماس دعا. یا علی مدد. خدا نگهدار شما. سلام علیکم و رحمت الله. صدای بنده رو دارید؟ سلام علیکم. تماس بعد رو بگیریم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام. خسته نباشید. ممنونم خواهرم. بفرمایید سلام بدید. خیلی ممنون. دستتون درد نکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابن رسول الله. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الرسولین. السلام علیک یا ابن فاطمه سیدت نساء العالمین. السلام علیک یا ابو الفضل علمدار کربلا.
السلام علیکم یا خانم بگیر، السلام علیکم یا خانم زینب، السلام علیکم یا صاحب الزمان. اللهم جل وليك الفرج، اللهم جل وليك الفرج، اللهم جل وليك الفرج. اللهم عجل وليك الفرج، حاجت روا باشید ان شاء الله. خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. ممنونم از خداحافظتون یا علی مدد. سلام علیکم و رحمت الله. متاسفانه تماس این عزیز قطع شد، امیدوارم همتون حاجت روا باشید. تماس بعد رو بگیریم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم جانم، قبول باشه انشالله. ممنونم، قبول حق باشه. بفرمایید زیارت کنید آقا سید الشهدا رو. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى العباس أخو الحسين. السلام عليك يا أهل بيت نبوة. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية بن الناس يا أبا عبد الله. اللهم عجل لوليك الفرج، حاجت روا باشید ان شاء الله. ممنونم از تماستون یا علی مدد. سلام علیکم و رحمت الله. بزرگواری بفرمایید صدای تلویزیونتون رو ببندید، از طریق گوشی صدای ما رو بشنوید. صدای شما رو ما توی پخش داریم. علیکم السلام عمو جان، بفرمایید سلام بدید خدمت آقا سید الشهدا. السلام علیکم یا ابا عبدالله الحسین، السلام علیکم اولاد الحسین، السلام علیکم اصحاب الحسین، السلام علیکم یا بی فاطمه زهرا، التماس دعا. انشاءالله دعاگوتون هستیم. اگر هنوز روی خط هستید بگذارید کوچولوتون هم خدمت آقا سید الشهدا عرض سلام داشته باشه. سلام. علیکم السلام جون. سلام فیس. یا علی مدد، خدا نگهدار شما. سلام علیکم و رحمت الله. صدای بنده رو دارید؟ سرکار خانم، صدای شما رو ما توی پخش داریم. بفرمایید خدمت آقا سید و شهدا عرض سلام داشته باشید. ظاهرا تماسشون اینترنتیه و خیلی قطع و وصلی داره. میتونید خواهرم یه مقدار جابجا بشید، شاید اینترنتتون بهتر بشه. قبول باشه زیارتتون. ممنونیم از تماستون یا علی مدد، خدا نگهدار شما. سلام علیکم و رحمت الله. به کربلا خوش اومدید. بفرمایید خدمت آقا سید الشهدا عرض سلام داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا ابا عبدالله، السلام علیک یا منصور، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. السلام علیکم یا باب الهوایی، السلام علیکم یا ابا الفز عباس، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا فاطمه الزهرا، السلام علیکم یا زینب یا رقیه یا صاحب الزمان، اللهم یا حسین یا حسین یا یا حسین 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 ی
یا حسین قسمت همه اینایی که دلش بمید طلب برات بیام. یا حسین یا حسین یا عمل حضر عباس علیکم سلام. یا حسین انشاءالله دعاوتون هستیم هرچه زودتر موفق بشیم. زیارت کنید آقای حسین علیه السلام رو از نزدیک. ممنونیم، عذرخواهی میکنم پشت خطی زیاد داریم. یا علی مدد، خدا نگهدار شما. آقای غریب عالم، رزق روز و ماه و سالم، تو دریای عشق تو ببین غریقم و ظلالم. منوسم به گریه زاری، میدونم همامو داری. عادت کردم و عمریه به دوری و به بیقراری. ای آرام تو سامون دلم. السلام علیکم و رحمت الله. الو، سلام علیکم. متاسفانه صدای این عزیز رو نداشتیم، تماس بعد رو بگیریم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام بفرمایید خدمت آقا حسین. سلام بفرمایید. السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت فنائک. علیک منی جمیعا سلام الله. ما بغیت و بغی اللیل و النهار و الاخر الاحد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين. اللهم ارزق زيارة الحسين في الدنيا والآخرة. السلام عليك يا الفضل الحباس. السلام عليك يا قمر ما يبني هاشم ما يخش من عباس. السلام عليك تو دلسوزی ندارم. انشاءالله دعاگو و نائب زیارتون هستیم. ممنونیم از تماستون. یا علی مدد، سلام علیکم و رحمت الله. به کربلا خوش اومدید. با تو حسرتی نخور. عزیز تماس گیرنده، صدای شما وصله. بفرمایید خدمت آقا سید الشهدا عرض سلام و حاجت داشته باشید. سلام به تو خرجم کن آقا. بفرمایید صدای شما رو داریم ما. جونم رو بگیر. سلام به کربلا. با هر روزه ای درام به فاطمه زهرا. درام به روزه درام باشه روزه. اسلام یا حسین. اسلام یا فاطمه زهرا. اسلام یا اول فاج. آقا من بدون تو قبول بشه انشاءالله زیارتتون. ممنونیم از تماستون. یا علی مدد، خدا نگهدار شما. تماس بعد. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید خدمت آقا سید الشهدا عرض سلام و ادب داشته باشید. کاشکی آخرام
الو صدای بنده رو داری؟ تاسفانه تماسشون قطع شد. من همینجا که هستم الان بوده گنبد و بارگاه آقا سید و شهدا سلام الله علیه قرار گرفتم و به نیابت از اون عزیزانی که متاسفانه در دیگه تماساشون مرتب قطع شده عرض بکنم صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله. تماس بعد رو بگیریم. سلام علیکم. بفرمایید. سلام بدید خدمت آقا سید و شهدا. تماس ایشون هم متاسفانه قطع شد. انشالله که همگی حاجت روا باشن. سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیک یا امام حسین، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا حضرت ابوالعباس. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا امام حسین، ما رو قابل بدون بیایم به زیارتت، بیایم به پابوست یا امام حسین. ان شاء الله ما رو قابل بدون بتونیم بیایم زیارتت یا آقا ابوالفضل عباس. ان شاء الله هر چه زودتر به اتفاق خانواده مشرف بشید کربلا. ممنونیم از تماستون یا علی مدد. سلام علیکم و رحمت الله. الو صدای شما رو داریم. بفرمایید خدمت آقا سید و شهدا عرض سلام داشته باشید. سلام آقا، خسته نباشید. انشاءالله زیارتت قبول باشه، انشاءالله اخواتت خیر باشه. السلام علی الحسین، علی علی الحسین، علی اولاد الحسین، علی اصحاب الحسین. السلام علیکم یا آقا ابوالفرد العباس، السلام علیکم یا زینب کبرا، السلام علیکم یا بیبی رقیه، السلام علیکم یا حضرت مهدی، السلام علیکم یا فاطمه زهرا، السلام علیکم یا حضرت زینب. آقا التماس دعا داریم آقا والا، آقا والا خیر ببینین انشاءالله اخوات خیری خیر باشین. آقا امیر خلال زهر. شماره تماس برنامه رو عزیز دلمون کارگردان محترم برداشتن، یعنی اینکه برنامه به انتهای خودش رسیده. فکر میکنم در حدود یک دقیقه، حالا یه مقدار چند ثانیه بیشتر وقت داریم. اگر اجازه بدید من عرایض دیروزم رو تکمیل بکنم و خدمت شما عرض بکنم. مقدم داشتن خواسته امام زمان عجل الله فرجه الشریف بر خواسته های خودمون از اهم واجباته. بله درسته، ما گرفتاری داریم، ما مشکلات داریم، ولی مشکلات ما وقتی به بهترین وجه حل میشه که انشاءالله آقا امام زمان آمینگوی دعاهای ما باشه. لحاظاست ما وقتی که مطیع و فرمان بردار کامل باشیم قطعاً جواب ما داده میشه. ما که میخواییم جواب بگیریم، ما که میخواییم جزء رستگاران باشیم، ما که میخواییم انشاءالله بهترین زندگی رو داشته باشیم، باید راه و رسم ائمه اطهار، راه و رسم زندگی ائمه اطهار رو سر چشمه کارهامون قرار بدیم، اون از اونها منبع باشن و ما استفاده بکنیم. لحاظاست قطعاً به جلو خواهیم رفت با توفیق، با تأیید و با این که مطمئناً کارهامون درست میشه انشاءالله. چند ثانیه بیشتر وقت ندارم، به همین اندازه که دعای سلامتی آقا امام زمان رو با هم
زمزمه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. جز به گریه کنان آقا اسممو